جامعه با عزمی راسخ و گامهای استوار، متحد و امیدوار برای سرنگونی حکومت اسلامی به پیش میره. پرسش الان این نیست که آیا جمهوری اسلامی سرنگون میشه یا خیر، بلکه پرسش این است که با چه سرعتی و چطور سرنگون میشه. حکومت در آستانه سقوط قرار گرفته و به همین خاطر نیروهای درباره تشکیل دولت موقت و دوره گذار صحبت میکنند. ویژگی های این دوره به چه صورت خواهد بود؟ انقلاب چه میخواهد و چه تضمینی هست که دولت موقت به خواستهای اساسی مردم در فردای سرنگونی جامعه عمل بپوشونه؟ اگر دولت موقت به خواستهای انقلاب عمل نکنه چه میشه؟ سیاست حزب کمونیست کارگری در دوره گذار چیست؟ در مورد این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر با حمید تقوایی گفتگو می‌کنیم در این برنامه. من خلیل کیوان هستم، بیننده برنامه پاسخ هستید. نگار نادری هم از بخش فنی ما رو همراهی می‌کنند. حمید تقوایی، نیروهایی از دولت موقت و دوره گذار صحبت می‌کنند. اوضاع سیاسی در دوره گذار متعارف نیست، این چیزیه که روشنه. ویژگی‌های این دوره رو چطور می‌بینید شما؟ بله، نکته اول این هست که این گفتمانی که الان نیروها دارن میکنن، بعضی از نیروهای اپوزیسیون در مورد دوره گذار یا دولت موقت، رفراندوم، قانون اساسی، اسم نظام آینده، مجلس مؤسسان و غیره، به نظر من اینها تنها اشکال و فرمهای این تحوله. وارد مضمون قضیه که اصلا این دوره چی هست و چه خصوصیاتی داره و پس که نقش مردم چیه، نقش احزاب چیه و غیره، وارد این نمیشن. به نظرم اون جنبه فرعی‌تر و جانبی‌تر قضیه است که مثلا حالا رفراندوم میکنیم یا قانون اساسی رو کی مینویسه یا فرض کنید که مجلس مؤسسان چطور تشکیل میشه. بس سر اینا نیست، به نظرم واقعیت این نیست، یعنی اساس قضیه نیست. اساس قضیه اینه که یک ویژگی‌هایی داره دوره گذار که کاملا اون رو متفاوت میکنه از شرایط یک جامعه متعارف. وقتی ما از دوره گذار صحبت میکنیم، خب فرضمون بر اینه که جمهوری اسلامی سرنگون شده. سوال اینه چه قدرتی اون رو سرنگون کرده؟ طبعا مردم انقلابی تونستن چنان به خودشون سازمان بدن و چنان مبارزه رو پیگیرانه به پیش ببرن که حکومت رو به زیر کشیدن و سرنگون کردن. بنابراین در اون دوره دیگه اتوریته تو خیابونه. دوره گذار یعنی دوره‌ای که دیگه از طریق پارلمان یا مجلس یا ارسی موروثی، رئیس جمهور، رئیس دولت، کابینه غیره در کار نیست. کسی از بالای سر مردم بر کسی حکم نمیرونه، بلکه خود مردم هستن که در طی انقلاب قدرت خودشون شناختن، متحد شدن، به میدون اومدن و یک حکومتی رو سرنگون کردن. این مهمترین خصوصیت دوره گذار، یعنی دوره عروج و قدرت نمایی توده مردمی که انقلاب رو به پیروزی رسوندن. این مهمترین واقعیت رو باید همه نیروها، چه نیروهای سیاسی مثل نیروهای رادیکال و انقلابی مثل فرسوید حزب کمونیست کارگری یا هر نیروی دیگه اپوزیسیون راست چپ غیره، این واقعیت باید همه به رسمیت بشناسن و این رو ببینن که دوره گذار دوره قدرتی مردمه. این مهمترین ویژگیش هست. نکته دوم این است که دوره گذار به تعریف دوره است که جامعه داره سیر میکنه به طرف اینکه یک نظامی رو مستقر کنه، نظام آینده رو انتخاب کنه، تعیین کنه و به این نظامی که بتونه به خواسته انقلابیش جواب بده، چون انقلاب با یه خواستها و با یه آرمانها و با یه پرچمی به اصطلاح به پیروزی رسیده و به معنی سرنگونی خب از شر این حکومت فعلی رها شده جامعه، ولی اثباتاً باید خواستاش متحقق بشه. یک ویژگی دیگه دوره گذار این هست که شرایطی ایجاد بشه که مردم بتونن به خواستای انقلابیشون برسن، یعنی اون دولت آتی که میاد مستقر میشه دولتی باشه که کاملاً با رأی و اراده آزادانه مردم انتخاب شده و واقعاً خواستای مردم رو نمایندگی میکنه.
این خصوصیت دومیه که مشخصا تو دوره گذار میبینیم. در حال جنبه های دیگرش رو میشه بعدا بیشتر توضیح داد. من فقط میخواستم بر این تاکید کنم که دوره گذار دوره قدرت‌نمایی مردمی است که خواهان این هستن که خواستها و اهداف انقلابیشون متحقق بشه. خب حالا این دولت موقت، قدرتی که بعد از جمهوری اسلامی شکل میگیره، توسط چه نیروهایی و چطور تعیین میشه؟ ترکیبش چیه؟ و سوال دیگه اینه که آیا ممکنه دولت موقت متشکل فقط از یک حزب باشه یا یه اتوریته یک فردی در رأس اون تعیین کننده باشه؟ خب در این مورد هم اتفاق بدید اول در مورد مضمون این دولت موقت و نحوه تعیینش صحبت کنیم تا اینکه ترکیبش چیه، فردیه، جمعیه، چون اونها باز به اصطلاح جنبه فریتر قضیه است. اساس قضیه این هست که اگر ما این رو به رسمیت بشناسیم، یعنی این واقعیت رو ببینیم که دوره گذار دوره اتوریته جامعه است، اتوریته مردم، در قدرت مردم هست، طبعا در دولت موقت یا دولتی که در فوری بلافاصله بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی روی کار میاد، دولتی هست که اتوریتش از خیابون میگیره. طبعا نه انتخاباتی در کاره، نه موروثی هست، نه کسی جانشین کسی شده، انقلابی شده، ماشین دولتی در هم کوبیده شده، کنار زده شده و کنار رفته. و این بنابراین هر نیرویی که بخواد سر به جای اون بشینه و بتونه حتی به طور موقت جامعه رو در دست بگیره و سیاست رو شامل کنه، باید مورد توافق توده مردم باشه. این توافق با رأی‌گیری طبعا انجام نشده. با رأی‌گیری نمیشه فهمید که چه کسی برخلاف شرط عادی، چه کسی مثلا رئیس دولت، چه کسی نماینده است. بس سر اینا نیست، بس سر این است که در دوره خود دوره انقلاب نیروهایی، شخصیت‌هایی، احزابی، نهادهایی که در دل خود انقلاب شکل گرفتن خیلی هاشون، اینها نفوذ پیدا میکنن تو جامعه. بسته به اینکه چه نقشی در روند انقلاب داشته باشن، چه تأثیری داشته باشن، چقدر محبوب شده باشن، چقدر نفوذ اجتماعی پیدا کرده باشن، بعد از سرنگونی هم اینها مورد اعتماد مردم خواهند بود و اینها به جلو رونده خواهند شد. بنابراین این کاملا میشه اینطور گفت و این تصویر واقعی از اوضاع هست که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی اون احزاب، نیروها، حتی اشخاص، نهادها که در دل انقلاب شکل گرفتن، اونها به جلو رونده میشن، اونها مورد اعتماد مردم هستند و دولت موقت ترکیبی از این نیروها قاعدتا خواهد بود. حالا ممکنه یک نیرو واقعا به اصطلاح تبدیل بشه به نیروی مورد اعتماد مردم، یک حزب یا حتی یک شخص که اون تعیین کننده است نقشش در دولت گذار، یا ممکنه چندین نیرو و چندین حزب باشن. ببینید از امروز الان بعضی از نیروهای اپوزیسیون راست عمدتاً دور هم میشینن، دولت موقت نشون درست میکنن، کابینه در سایه درست میکنن. اینها فرماله، اینها واقعیتی درش نیست. هیچ نیروی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی نمیتونه حتی یک روز در قدرت باشه بدون اینکه اعتماد توده مردم انقلابی رو جلب کرده باشه. به این معنا اینجا هم همون که تو سال اول گفتم، قدرت مردم تعیین کننده است و طبعا میشه انتظار داشت که اون نیروهایی که میتونه یه فرد باشه، چندین فرد باشن، چندین حزب باشه، ترکیبی از اونها باشه، اونهایی به جلو رونده میشن و قدرت رو در دست میگیرن که در روند انقلاب، در طی انقلاب، در پروسه‌ای که جمهوری اسلامی رو سرنگون کردن، اعتماد مردم رو جلب کرده باشن. دولت موقت بر این مبنا تشکیل خواهد شد. خب حالا معنی سرنگونی چیه؟ شاید همه یه تصویر واحد نداشته باشن از این اهداف انقلابی که حکومت رو سرنگون میکنه چیه؟ پیروزی انقلاب به چه معناست؟ و جامعه بالاخره کجا آروم میگیره؟ دقیقا اینا ویژگی های دوره گذار هست. ببینید جامعه بلند شده، انقلابی رو شروع کرده که بعد از چند ماه یا هر مدتی بالاخره پیروز شده، موفق شده که حکومتی رو به زیر بکشه. اولین مسئله این هست که این به زیر کشیدن یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاده که میگیم سرنگون شد؟ آیا مثلا خامنه ای و فرض کنید امروز خامنه ای کنار گذاشته بشه، کابینه هم استعفا بده، این سرنگون شده؟ آیا باید مسئله فقط بر سر این هست که یک به اصطلاح مقامات رو میخوایم کنار بزنیم، یا فرض کنید مقامات و مجلس شورای اسلامی و غیره رو
منحل کنیم آیا سرنگون شده؟ خب تعابیر مختلفی از سرنگونی هست نسبت به احزاب. احزابی الان فعالن، احزاب راست، چپ، میانه، نیروهای مختلفی که الان دیگه تو شرط انقلاب 90% مخالف جمهوری اسلامی هستند. الان دیگه همه سرنگونی طلب شدن. حتی اگر 3 ماه پیش 5 ماه پیش کسی از سرنگونی صحبت نمی‌کرد، الان همه سرنگونی طلب شدن. خب این خودش یک گام مثبتیه، بالاخره در لفظ هم شده اومدن میگن سرنگونی. ولی مسئله این هست که اون چه درکی از سرنگونی داره هر حزبی؟ خب ما نیروی داریم در اپوزیسیون که یک اسلام نوع دیگری میخواد بیاره به این حکومت، میگن حکومت آخوندی، میخوان اسلام نوع خودشونو بیارن. نیروهایی داریم که میگن روحانیت رو بد و خوب میکنن، میگن روحانیتو میذاریم کنار، روحانیت بد و روحانیت خوب لازمه، باید بیاد تو کنن. نیرویی داریم که میخوان ارتش و نیروهای مسلح و غیره رو حفظ کنن و حتی هشدار میدن که انقلاب نباید به جایی برسه که نیروهای انتظامی و نیروهای مسلح و غیره حاشیه‌ای بشن یا منحل بشن و غیره. اینا درک‌های مختلفی از دوره گذاریم. ولی من فکر می‌کنم انقلاب اینجا متوقف نمیشه. مردمی که بلند شدن انقلاب بکنن فقط اینطوری نیست که میخوان خامنه‌ای کنار بره یا یه کابینه کنار بره یا فوقش دو تا مثلا مجلس اسلامی منحل بشه و یه مجلس دیگه انتخاب بشه. به نظر من انقلاب میخواد زیر رو کنه، میخواد تیشه به ریشه بزنه. نه تنها میخواد این حکومت رو به عنوان مظهر و نماینده ستم و تبعیض و سرکوب کنار بزنه، بلکه میخواد شرایط رو ایجاد کنه که اصلا نتونه دیکتاتوری دیگه شکل بگیره، نتونه دوباره روزی از دو یه دی بیان سر قدرت، حالا در لباس دیگه ای به اسم دیگه ای، باز همین بساط رو بعد از چند سال در جامعه تحمیل کنن، به جامعه تحمیل کنن. به این خاطر باید این به این معناست که سرنگونی باید به معنی به نظر من نه تنها کنار زدن همه مقامات از ریز و درش، مقامات امروز و سابق و اسبق جمهوری اسلامی در این 40 ساله همه اینا باید کنار زده باشن، باید پروندهشون رسیدگی بشه، بسیاری تحت تعقیب قرار بگیرن، اینا باید مورد پیگرد قرار بگیرن و محاکمه بشن. نیروهای مسلح و سرکوب، زندانها، بساط شکنجه، انتظامات، لباس شخصی و لباس غیر شخصی، کلا نیروهای مسلح جدا از مردم حرفه‌ای، اینها باید منحل بشن. مجلس باید بسته بشه، تمام نهادهای الان دیگه مذهبی نیمه دولتی باید منحل بشن. تمام قوانین جمهوری اسلامی از قانون اساسی و قانون کار تا هر قانون دیگه‌ای که در این 40 سال تصویب شده باید همه کلمیاکون بشه، همه باید ملغا اعلام بشه و به این ترتیب باید از نظر قانونی، از نظر ادارات و مؤسساتی که این حکومت درست کرده برای چپاول، برای دزدی، برای سرکوب، از نظر مقامات ریز و درش، از سطح شهرداری و فرمانداری بگیرید تا نماینده مجلس و اعضای کابینه و بیت رهبری و این مافیای اقتصادی و غیره، تمام اینا باید کنار زده بشن و باید تحت محاکمه قرار بگیرن. جامعه اینا رو به عنوان جانی میشناسه. همین دو ماه گذشته کافی نشون بده که اینها همشون پرونده های سنگینی در قتل و کشتار مردم دارن. حالا چی برسه به 98، آباد 98، 96، 88، کلن دهه 60، میدونید یک کارنامه خونین و سیاه این حکومت داره. تمام اینا بر رسیدی بگشه. وقتی ما میگیم سرنگونی، منظورم این است که نه تنها این حکومت و این نظام باید در هم بریزه، بلکه نهادها، قوانین، مناسباتی که تبعیض آمیزه و موجب میتونه بشه که دوباره دیکتاتوری دیگه روی کار بیاد، همه اینا باید ملغا بشه. بنابراین اولین نکته این هست که سرنگونی رو به چه معنایی شما میگید. خب این تعبیریه که ما از سرنگونی داریم، ولی همه احزاب تبعی تعبیر رو ندارن، تعابیر دیگه دارن. ولی ما فکر می‌کنیم انقلاب تعبیر نوع ما رو میطلبه، این پرچم رو به میدون میاره. ببینید در انقلاب 57 همه میدونیم، کسایی که من و شما تو اون دوره بودیم و کسانی که در اون مورد مطالعه کردن میدونن که انقلاب 57 با قیام بهمن تموم نشد، شاه رفت، خمینی اومد، ولی انقلاب ادامه داشت تا بالاخره 30 خرداد 60 اینها تونستن انقلاب رو بکنن. یعنی بعد از 2 سال خورده‌ای اینها بالاخره انقلاب رو کوبیدن. در این مدت مردم شوراهاشون رو تشکیل داده بودن، میخواستن قدرت رو در دست بگیرن. بسیار از کارخونه‌ها دست شورای کارگری بود، دانشجویان با شوراها تو دانشگاه رو اداره میکردن، در ادارات در همه جا شورا تشکیل شد. اصلا آزادی و دموکراسی و مردم به معنی شورا میگرفتن، دخالت خودشون. و حکومت فقط تونست با قدرت سرکوبش در 30 خرداد 60 به
روی جامعه تیغ بکشه و بزنه و بکشه، به کردستان حمله کنه، به کارگران حمله کنه، به دانشگاه حمله کنه. میخوام بگم این نمونه نشون میده که بعد از انقلاب واقعا توده مردم آماده است که تا عمیق ترین سطح بره و واقعا تیشه به ریشه بزنه و حزب ما خودشو آماده کرده. اصلا گفتمان و سیاستاش و موازش همیشه مبتنی بر این بوده که انقلاب باید به طور پایه‌ای و اساسی کل نظام تبعیض و استثمار و ستم و سرکوب رو زیر و رو کنه و به نظر من جامعه این رو میطلبه و به استقبال چنین نیروی خواهد اومد. تو صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید که این انقلاب ضد اتوریته است. مردم حکومت آقای بالاسر رو دیگه تحمل نمی‌کنند. و با سرنگونی جمهوری اسلامی روشنه که مردم ارگان‌های اعمال قدرت خودشون رو هم شکل میدن در دل انقلاب. سوال از شما اینه، اینها چه نقشی در تشکیل دولت آینده دارن و مناسباتشون با دولت موقت و دولتی که شکل میگیره چی خواهد بود؟ اجازه بدید من از اینجا شروع کنم. ببینید از ویژگی‌های دوره گذار یکی رو صحبت کردیم الان که همون مثلا سرنگونی به معنی جامعه و ریشه‌ای و فراگیر قضیه است. جامعه به این طرف میره و یا نیروی سیاسی مثل ما تلاش میکنیم که جامعه سرنگونی رو به معنی عمیق کلمه به انجام برسونه، به فرجام برسونه. نکته دوم این است که در این دوره مردم خواستای فوری دارن. این خواستا دیگه نمیشه منتظر دولت مستقر مثلا چند ماه بعد میشه، فوری باید انجام میشه. مثل لغو فوری مجازات اعدام، مثل آزادی فوری همه زندانی سیاسی. خب در طی انقلاب احتمالاً بسیاری از زندانی سیاسی آزاد شدن، ولی باید کلاً زندان‌های سیاسی اصلا از فرهنگ سیاسی جامعه حذف بشه. ما زندانی به اسم زندان سیاسی یا زندانی سیاسی نخواهیم داشت. باید به سرعت خواستای فوری مردم، خواستای رفاهی فوری مردم جواب بگیره. مثل دستمزدهای یک پنجم زیر خط فقر باید فوری تغییر کنه و بنا به مطالبه ای که انقلاب گفته، کارگران گفتن دستمزد ما باید برای یک زندگی با استاندارد بالا مرفه کافی در اون سطح تعیین بشه. باید همونطور که گفتم باید محاکمات علنی و منصفانه شروع بشه برای محاکمه تمام جانیان حکومت. باید در اون دوره آزادی‌های بیقید و شرط به خصوص به رسمیت شناخته بشه. و این آخری خیلی مهمه. ببینید دوره گذار دوره ایست که مردم میخوان برن آزادانه، آگاهانه در شرایط امن نظام آتی رو انتخاب کنن. به این منظور باید آزادی اعتراض، آزادی تظاهرات، آزادی اعتصاب، آزادی تشکیل حزب، آزادی بیان عقیده بی قید و شرط به رسمیت شناخته بشه از طرف نه تنها نیروهایی که تو دولت موقت هستن، بلکه تمام نیروهای سیاسی در جامعه. باید اجازه داد جامعه نفس بکشه و در شرایط آزادی بحث کنه، رایزنی کنه و انتخاب کنه. اینم نکته مهمیه. علاوه بر خواستهای فوری، علاوه بر به اصطلاح به پیش بردن سرنگونی به معنی کامل کلمه، باید آزادی‌های سیاسی، مدنی، صنفی در سطح وسیع در جامعه به رسمیت شناخته بشه تا جامعه بتونه آزادانه انتخاب کنه. و بالاخره فاکتور آخر، نکته‌ای که شما اشاره کردید، این هست که مردم در دوره انقلاب متشکل شدن. همونطور که گفتم در دوره گذار اتوریته وجود نداره غیر از خیابان، حالا به طور استعاره بگیم اتوریته خیابان. این خیابان خب بی‌شکل نیست. مردم انواع شوراها، تجمعات محلی در محل کار، در محل زندگی، در دانشگاه ها، در کارخانه ها، در ادارات جمع شدن دور هم، قدرت خودشون رو شناختن. انقلاب با خودش راه حل هم روی میز میذاره. انقلابی که تونسته حکومت خونریزی سرکوبگری مثل جمهوری اسلامی رو به زیر بکشه، اون قدرت هم داره که در نظام آینده حرفش حرف آخر باشه، تصمیم گیرنده باشه، بتونه آینده سیاسی خودش در دست بگیره. این معنی نداره به جز اینکه مردم متشکل در دل انقلاب، هر اندازه در اون دل انقلاب متشکل شدن و هر اندازه هم که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی جامعه آزاد میشه، فضایی به وجود بیاد که میتونن گسترده تر متشکل بشن، این مردم متشکل در همه سطوح در سراسر کشور باید مستقیما دخالت بکنن، نه تنها در انتخاب دولت آتی، نه تنها در شرکت در دولت گذار و شرایطی که بتونه نظام بعدی رو مستقر کنه، بلکه در خود نظام آتی که به وجود میاد
این اتوریته مردم باید حفظ بشه. ببینید همه انقلابات، انقلاباتی که تا امروز داشتیم تو تاریخ، وقتی انقلاب میشه مردم معمولا میفرستن خونه، چون احزابی میان که احزاب یه طبق مثلا انقلاباتی داشتیم که سرمایه‌دارا اومدن جای فودالا رو گرفتن. خب این انقلاب، همه انقلابات به اسم آزادی و به اسم رهایی انجام میشه. انقلاب کبیر فرانسه شعار اساسیش آزادی برابری بود، ولی وقتی که قدرت میفته دست اون طبقه جدید، خب توده مردم، توده اهالی میفرسته خونه، میگه تموم شد نقش دیگه شما، تموم شد، بدید دست ما، ما میبریم و میدوزیم و فوقش مجلس و مؤسسان میذارن، قانونی تصویب میکنن و بعد 4 سال یه بار بیاید رأی بگیریم که انتخابش که انتخاب بشه. این ما میگیم این نباید این دیگه تکرار بشه، چون به خصوص تو تاریخ ایران 100 سال اخیر هر انقلابی داشتیم همینطوری سرشو بریدن، حتی اگه پیروز شده به اصطلاح مثل انقلاب 57 اومدن دیدیم چه فاجعه‌ای در ایران درست کردن. انقلاب مشروطه هم همین بلا رو به سرش آوردن. همه انقلابات در این 100 سال اخیر همین حالت افتاد. این انقلاب سوم، بهش میگن انقلاب سوم در صدی اخیر در ایران، دیگه باید و میتونه سرنوشت دیگه داشته باشه، به این معنا که مردم با سرنگونی حکومت نباید بخونه برن، باید در صحنه سیاسی باقی بمونن به طور متشکل. و امروز تکنولوژی کامپیوتری کاملا اجازه میده که رایزنی در سطح توده‌ای بین مردم انجام بشه، تصمیم گیری توده‌ای انجام بشه، لازم نیست 4 سال دیگه صبر کنید مسئولین انتخاب کنید. به این معنا ما خواهان این هستیم که جامعه در اون مفهوم عمیق انقلابی که گفتم نفع میکنه، نقد میکنه، رد میکنه همه چیزو، یکی از نهادهای مهمی که باعث تبعیض و سرکوب میشه دولت موافق مردمه، حکومتی که از بالای سر مردم تصمیم میگیره، به مردم میگه انقلاب کردید خیلی ممنون، برو خونه. انقلاب تو انقلاب 57 بنی صدر اولی جمهوری اومد گفت شورا پورا مالیده، گفت شوراها مالیده، شوراها ملغاست، برید سر کار زندگیتون. این رو نباید ما اجازه بدیم و اجازه نمیدیم، و به این معنا مفهوم دولت موافق مردم آقا بالا سر رو باید این انقلاب نفی کنه و به جای اون قدرت مستقیم مردم متشکل رو بشونه. این مهمترین امریست که باید در دوره گذار انجام بشه. همین آقای لطفاً خود کوتاه‌تر دو تا سوال دارم. سوال اول هم اینه که اگه دولت موقت خواست مردم و اهداف انقلاب رو اجرا نکنه یا تماما اجرا نکنه چه پیش میاد؟ خب ببینید مردمی که انقلاب کردن، ببینید یه مفهوم انقلاب این است که نیروهای سرکوب در هم کوبیدن مردم، دیگه از بسیج و سپاه و لباس شخصی و بگیر و ببند و این حرفا خبری نیست. و اون دولت موقت رو بسیار، همونطور که گفتم، دولت موقت اعتبارش از مردم میگیره. اگر بخواد به مردم پشت کنه، خب مردم همونطوری که جمهوری اسلامی رو به زیر کشیدن، حالا این دولتی که فرض کنید چند هفته است روی کار اومده، چند ماه روی کار اومده و داره ساز دیگه ای میزنه، طبعا علیه اون بسیج خواهند شد. یا لااقل حزبی مثل حزب ما در میدون هست که اجازه نده این اتفاق بیفته. همونطور که گفتم خصوصیاتی سیاستوی من مطرح کردم که اینها باید در دوره گذار عملی بشه، متحقق بشه، و دولت موقت به هر کدوم از اینا تن نداد، مثلا به خواستهای فوری مردم تن نداد، پیگرد مثلا مقامات قبلی رو دنبال نکرد، یا استثناء قائل شد، سازشی کرد، یا موازین دموکراتیک رو رعایت نکرد، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی تحصیل رو جلوش گرفت، به این بهانه که حالا انقلاب کردیم دشمن خارجی مثلا ما رو به خطر میندازه، از این حرفایی که تو انقلاب 57 میزدن. اگر این ساز رو کوک کرد، اون وقت مردمی که در خیابانن، اگر قدرتشون اینطور انقدر بوده که تونستن جمهوری اسلامی رو به زیر بکشن، میتونن دولت موقت هم کنار بزنن. به این معنا اینجا هم ما معتقدیم که میشه و باید با اتکای به قدرت خیابان اجازه نداد دولت گذار به خواستهای مردم پشت کنه و ساز دیگه ای بزنه. وقتمون کوتاست و یک سوال باقی مونده. سیاست حزب در دوره گذار چیه؟ ببینید ما یه تصویری داریم از پیروزی انقلاب. پیروزی انقلاب به نظر ما نه تنها باید مثلا فرض کنید در ایران مذهب از حکومت بره کنار، از آموزش پرورش بره کنار، از قوانین بره کنار، نه تنها باید خواستای فوری مردم که چند توش اشاره کردم فوری متحقق بشه، بلکه باید هیچ نوع تبعیضی نباشه، از جمله تبعیض طبقاتی. فاصله بین حقوق‌های نجومی و فراکت عمومی باید از بین بره، کار مزدوری نباید باشه، استثمار نباید باشه، تبعیض‌های قومی، ملی، تحت هر عنوانی، جنسیتی، گرایشات جنسی، بین استانهای مختلف، تمام اینها باید
از بین بره. باید شهروندان متساوی حقوق در سراسر ایران، در استانهای مرزی و در همه استانها به یک سان به رسمیت شناخته بشن. نباید اجازه داد که دیگه کوه ثروت در دست اقلیتی جمع بشه و دریای فقر اکثریت جامعه رو در خودش غرق کنه، چیزی که امروز داریم میبینیم. این انقلاب بر سر این چیزاست. بنابراین ما علیه تمام، در یک کلمه بخوام بگم، علیه تمام نوع تبعیضات هستیم. تبعیضات ملی، مذهبی، قومی، میهنی، جنسیتی، جنسی، طبقاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مدنی، همه این تبعیضات باید حل بشه، کنار زده بشه و لغو بشه. این هدف رو که شما جلو روتون بذارید، اون وقت یک روندی هست، ما داریم به این طرف میریم. الان جامعه این دهه، نسل هشتادی ها که اومدن جلو، دهه هشتادی ها که اومدن جلو، در واقع یک همچین به نظر من آرمان و یک همچین تصویری از آینده، از آزادی، رهایی، رفاه دارن. ما این آزادی، برابری، رفاه، رهایی رو باید ترجمه کنیم به یک اقتضاعات معینی، به یک انتظارات و توقعات بالایی از جامعه که اجازه ندن به نیروهای مختلف که به این ترتیب بیان و بخوان انقلاب رو قطع کنن، عقب برونن یا به شکست بکشن. این خطیه که ما ادامه خواهیم داد تا پیروزی کامل انقلاب. خیلی ممنون. خیلی ممنون حمید تقوایی. همچنین با تشکر از شما همراهان و بینندگان برنامه پاسخ، تا هفته دیگه و برنامه دیگه برای شما آرزوی شب و روز خوبی رو داریم.